الان ما در یه شرایطی هستیم، بخوام تمثیل کنم اینه که یه سناریوی خیلی خوشبینانه. امروز اگر این رئیس جمهور منتخب امریکا که بیان میشه که مثلا میخواد متفاوت با ترامپ عمل کنه، اگر امروز بگوید من به برجام برمیگردم و بعد بگوید همه تعهدات آمریکا رو برجام میدهم، بگه هیچ پیش شرطی هم نمیذارم، چه شرایطی پیش میاد؟ چون بعضی‌ها میگن خیلی خوب اگه او برگردد خب ما هم برگردیم. آقا فرمودن نه، باید تحریم ها رفع بشود. برگشت به برجام به تنهایی موضوعیت نداره، باید تحریم ها رفع بشه. وقتی که ترامپ از برجام خارج شد تا امروز 271 شخص و 259 نهاد ایران رو تحریم کرد. مثلا این 259 نهاد ایرانی یکیش چیه؟ بانک مرکزی شما، یعنی تمام سیستم مالی شما. 33 تا هواپیمای ما، 11 تا کشتی ما رو هم تحریم کرد. 38 شخص و 139 نهاد خارجی رو هم به خاطر روابط اقتصادی با ایران تحریم کرد. علاوه بر اینها 802 تحریمی که قبلا بود و قرار بود طبق برجام به اصطلاح لغو بشه، اونا رو هم دوباره برگرد. نکته که وجود داره اینه که اینها اومدن این تحریم ها رو در قالب یه دستورهای اجرایی جدید آوردن، هم این تحریم ها همون تحریم هایی که قبلا در برجام بود، یعنی هم اون 800 تا هم این 750 تا، همه اینها رو با هم با یه شناسه های جدید، یعنی هم شناسه هسته‌ای گذاشتن، هم شناسه های مثلا SDGT که مثلا مال تروریسم، شناسه مثلا همکاری با سپاه، شناسه حقوق بشر، شناسه های مختلف گذاشته. با برچسب‌های جدید که اومده، خب میگه اینا که تو برجام نیست، من به برجام برگشتم، اینا یه تحریم‌های دیگه است. خیلی خب میخواید اینا حل بشه، بیایید یک دالانی شکل میگیرد، حالا بیا بشین برای تک تک اینا گفتگو کنیم. اهرم‌های فشار حداکثری دست منه، حالا بیا یکی یکی گفتگو. عجله هم نداره. همین بایدن وقتی که مطرح شد از طرفش که مثلا یه برنامه 100 روزه، اسمی از برجام توش نبود. چون میگه من عجله‌ای ندارم. برمیگرده به برجام میگه خب من برگشتم، حالا شما باید تعهدات رو انجام بدید. یعنی برگشت بدون رفع تحریم ها میشه چی؟ برجام یک طرفه. اون که حالا فرمودن تازه ضرر هم داره اینه. اما اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه. به نفع ما که نیست، به ضرر ما هم ممکنه باشه.